دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما هستن. سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام و درود دارم. جناب آقای دکتر، بر اساس دیدگاه نویسنده کتاب تهدید از شرق، سیاست استعماری چین در برابر مسلمانان اویغور و همچنین تمامی کشورهای اسلامی بر چه پایه‌ای استوار است؟ با توجه به اینکه جمعیت مسلمانان در چین سومین اقلیت محسوب میشن، علارغم اکثریتی که میشه گفت در سه استان چین وجود داره، متاسفانه سیاست چین به اشتباه در مسیر سرکوب و نسل‌کشی اویغورها بوده، مسلمانها بوده. علارغم اینکه واکنش‌های جهانی از سال 2009 توسط دولت ترکیه، آمریکا، کانادا و بیشتر کشورها انجام شده، ولی متاسفانه سیاست در واقع چین در راستای ایجاد فشار و یکسانسازی جمعیت در چین، ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری برای اویغورهای مسلمان بوده و ایجاد فشاری که بتونه منابع اقتصادی چین رو در استان ترکستان شرقی یا سینکیان که بزرگترین اقلیت رو داره تامین بکنه. خدمت شما عرض بکنم که این سیاست‌های چین مبتنی بر یک سیاست‌های استعماری و ضد بشری هست و طبیعتاً باید جلوی اون گرفته بشه. بیشترین شکایت هایی که در صحن سازمان ملل در رابطه با نسل‌کشی بوده در طی دهه اخیر متعلق به دولت چین بوده، ولی خب دولت چین به دلیل مماشات برخی کشورهای در واقع عربی و به ویژه کشور ایران، متاسفانه ما نتونستیم که سیاست چین رو در این رابطه تغییر بدیم و حتی آخرین اظهار نظرهایی که شده، جدا از اینکه بخوان محکوم بکنن سفیر وقت ایران، در واقع اون رو در تلاش برای فقر زدایی از سوی دولت چین معرفی کرده و این یک سیاست غلطیه که متاسفانه در تناقض با سیاست فعلی جمهوری اسلامی در دفاع از حق طلبی و دفاع از مسلمان ها هست. و من بارها در این رابطه هشدارهایی رو دادم که باید جلوی این سیاست گرفته بشه و دولت ایران و همراه کشورهای عربی به شدت این سیاست های نسل‌کشی چین رو محکوم بکنه. جناب آقای روشندل، پروژه کمربند و جاده توسط چین چه سیاست هایی رو دنبال میکنه؟ سیاست در واقع کمربند و جاده که همون سیاست Belt and Road Initiative هست به زبان انگلیسی، سیاستی هستش که جی شین پینگ رئیس جمهور چین در جریان بازدید رسمی یا دیدار رسمیش از قزاقستان در سال 2013 این رو معرفی کرد. بزرگترین فعالیت یا مکانیزم زیرساختی در جهان محسوب میشه که هم در مسیر خشکی و هم در مسیر دریاست، که همون تلاش برای بهینه کردن سیاست جاده ابریشم هست. اون چیزی که به نام سیاست جاده معروف هست که در واقع ادغام شده در مسیر خشکی از نقاط مرکزی چین شروع میشه، آسیای مرکزی، ایران و روتردام هلند و نهایتاً به ونیز میرسه، ولی در مسیر دریاییش از شرق آسیا شروع میشه و چهار قاره رو در واقع در پوشش میده که تعداد کشورهایی که تقریبا موافقتنامه همکاری با چین امضا کردن، تعدادشون الان به 148 کشور رسیده که این مجموعه کشورها تقریبا 40% تولید ناخالص داخلی کل جهان رو در واقع تامین میکنن. دولت چین تلاش کرده که این سیاست رو، سیاست جاده ابریشم رو، در دو مسیر و در دو فاز مکمل هم در واقع ادامه بده و بسیار هم در این رابطه برنامه‌ریزی های وسیع کرده. میشه گفت که در طی مثلا دهه اخیر یا به طور مشخص در سال 2019 میزان سرمایه گذاری که دولت چین در بیش از 40 کشور انجام داد 842 میلیارد دلار هست. بله جناب آقای روشندل، در رابطه با پروژه جاده ابریشم دیجیتالی هم اگر به اختصار توضیح بفرمایید ممنون دارتون میشم. در واقع باید بگیم که چین از یک پایه اقتصاد سالم ولی به سمت اینکه بتونه اون رو به صورت صنعتی پیش ببره داره بهره میبره. سیاست جاده ابریشم دیجیتال در واقع یک نظام مدرنی داره که میتونه مکانیزم نمای بانکی مالی باشه. دولت چین در این کشورها دنبال میکنه. در بسیاری از کشورها چین برنامه‌ریزی‌هایی که کرده، سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده،
به ویژه مثلا در آفریقا، در کنیا و در مصر تأسیس آزمایشگاه باز برای ایجاد برنامه‌های آموزشی. در کنیا برنامه بانکیف پول هستش که و میتونه در این رابطه وام‌های رو به اون کشورها اعطا میکنه. در کشورهای عربی غول‌های بزرگ اقتصادی چین مثل هواوی یا سایر شرکت‌ها دارن تلاش میکنن که با توسعه پهنای باند اینترنت و ایجاد تکنولوژی‌های مدرن در رابطه با انتقال پول در این رابطه بیشتر فعالیت بکنن. چین خیلی قدم‌های بلندی رو برداشته، ولی یک نکته و ایرادی که داره اینه که بیشتر هم بهش انتقاد میکنن به نام تله وام هست، که دولت چین در واقع وام‌های رو به کشورها ارائه میده و در صورت عدم بازپرداخت اونها مشکلاتی برای کشورها به وجود میاد، که یک مورد اخیرش در کشور سریلانکا بود که به دلیل عدم توان پرداخت وام در زمان مناسب، به ویژه در دوره کرونا، دولت چین تلاش میکنه که یکی از بنادر مثلا سریلانکا رو به مدت 99 سال در اجاره خودش نگه داره. نگرانی بیشتر در رابطه با اقتصاد دیجیتال ابریشم از سوی چین باز هم توسعه سیاست‌های استعماری هست، که در واقع در پوشش ایجاد و توسعه امکانات دیجیتالی تلاش میکنه که همون سیاست‌ها رو در پیش بگیره. ولی در مجموع آمریکا به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی جهان برنامه‌هایی رو برای مهار این سیاست در واقع طراحی کرده، که البته خیلی به صورت عام در مراکز در واقع خبری خیلی اعلام نمیشه، ولی خیلی در این رابطه تلاش‌هایی داره میشه که در مقابل سیاست توسعه چین در خاورمیانه و در آفریقا تحت عنوان جاده ابریشم دیجیتال فعالیت‌های صورت بگیره. ممنونم از شما دکتر ابراهیم روشندل از واشنگتن با ما همراه بودند.